سلام عرض میکنم خدمت شما دانش آموزان عزیز پایه دهم انسانی. من فرزان شازی هستم. امروز قراره که با هم یک خلاصه ای رو از مباحث تدریس شده سر کلاس صحبت کنیم و برای آمادگی بیشترتون حالا خلاصه زیادی نیستی، در حد یک ساعت در خدمتتون هستم. ما امتحانمون از درس 1 تا 8 و الان خلاصه ای از اونها، نه همه، خدمتتون عرض میکنم. درس اول درباره کنش ها بود. ما گفتیم که ما انسان ها با سایر موجودات یک سری تفاوت هایی داریم و این تفاوت ها باعث میشه که فعالیت هایی که ما انجام بدیم کنش حساب بیاد. پس فعالیت هایی که انسان انجام میده میشه کنش و انسانی که اون انجام میده میشه کنشگر. حالا این کنش ها یک سری ویژگی هایی داره، از جمله اینکه کنش ها ارادی هستن، یعنی ما باید با اراده و خواست خودمون اونها رو انجام بدیم و فعالیت هایی که ما اونها رو در به وجود اومدنش نقش نداریم و غیر ارادی هستن کنش محسوب نمیشن. ویژگی بعدی کنش ها آگاهانه بودنشون، یعنی ما باید به یک فعالیتی که انجام میدیم آگاهی داشته باشیم و اگر آگاهی نداشته باشیم دیگه اون کنش محسوب نمیشه. ویژگی بعدی معنادار بودنه، یعنی یک حد یک فعالیتی که ما انجام میدیم معنا داره. به چه صورت؟ مثلا شما سر کلاس اگر دستتون رو بالا بیارین معنا داره، معلم میفهمه که شما میخواد ازش اجازه بگیرید. و ویژگی بعدی هدفدار بودنه، یعنی فعالیتی که انجام میدیم میخواین که به یک هدف و یک خاصی برسیم. خب حالا ممکن هم هست که به این هدف نرسیم، ولی ما اون هدف به قصد اون هدف این کار رو انجام میدیم. اینها بود ویژگی هایی که یک کنش داره. خب حالا این کنش های سری پیامدها داره، یه سری نتایج داره. این نتایج دو دسته هستن، یا ارادی هن یا غیر ارادی. خب کنش هایی که پیامدهای ارادی دارن، یعنی یا به دست ما هست یا به دست دیگران، یعنی خب احتمال وقوعش قطعی نیست و احتمال داره رخ بده احتمال داره رخ نده. مثلا شما درس رو میخونید ولی اینکه نمره بالای در امتحان کسب کنید این دیگه به اراده شما نیست، به اراده دیگران. خب پس یا نمره بالا رو کسب میکنید یا کسب نمیکنید، پس احتمال وقوعش قطعی نیست. یه دسته دیگه ای از پیامدها هستن که پیامدهای غیر ارادی و قطعی هستن و دیگه شما در به وجود اومدنش نقشی ندارید و قطعاً رخ میده. مثلا وقتی شما پنجره رو باز میکنید به طور طبیعی و قطعی هوای کلاس یا اتاق عوض میشه. خب پس توجه به پیامدهای غیر ارادی در انجام کنش خیلی مهمه، یعنی شما یه فعالیت انجام میدید شاید یک نتیجه‌ای داشته باشه که دست شما دیگه نباشه و قطعاً رخ بده. پس نکته مهم اینه که ما به پیامدهای غیر ارادی کنشامون باید توجه کنیم. خب حالا این کنش ها انواع مختلفی دارن، یا بیرونی هن یا درونی، یا فردی هن یا اجتماعی. خب کنش هایی مثل تفکر، تخیل یا چیزی که در ذهن ما میگذره اینا میشن کنش های ذهنی، و اونهایی که نمود بیرونی دارن مثل خوردن، خوابیدن، نشستن که بقیه اون حال میبینن اینا میشه کنش های بیرونی. خب حالا برخش فردی برخش اجتماعی. کنش اجتماعی اصلا چی هست؟ کنش اجتماعی نوعی کنشه که ما با توجه به دیگران انجام میدیم، یعنی دیگران رو هم سهیم میکنیم. حالا لازم نیست که حتما دیگران حضور فیزیکی داشته باشن، همین که ما اونها رو دخیل کنیم کنش اجتماعی رخ داده. مثلا شما وقتی که پشت چراغ قرمز میستین و به حقوق دیگران احترام بذارین، شاید توی نیمه شب باشه و هیچ ماشینی هم نباشه، ولی همین که شما به دیگران احترام گذاشتین و اونها رو هم مد نظر قرار دادین کنش اجتماعی رخ داده. خب حالا میریم سراغ پدیده اجتماعی. پدیده اجتماعی اصلا تعریفش چیه؟ کنش اجتماعی و پیامدش رو میگن پدیده اجتماعی که خردترین جزء
پدیده اجتماعی همین کنش‌های اجتماعی هستن. مثل چی؟ مثل پلیس، دانش آموز، معلم، تمام این پدیده‌ها پدیده اجتماعی محسوب میشن. برای تحقق ارزش‌ها و هنجارها ما نیاز داریم به کنش اجتماعی. یعنی اگر کنش اجتماعی وجود نداشته باشه، اصلا ارزش و هنجاری هم رخ نمیده. حالا اینا چی هست که من گفتم؟ ارزش بچه پدیده هایی هستش که مطلوبه، افراد دوست دارن که به اونها برسن. مثل چی؟ مثل امنیت، مثل عدالت، مثل آزادی. وقتی که افراد بهش تمایل دارن و میخوان بهش برسن، ارزش به وجود میاد. حالا هنجار چی هستش؟ هنجار شیوه انجام کنش‌های اجتماعیه. هنجارها گفتیم که چون شیوه هست میتونه در جاهای مختلف متفاوت باشه. مثلا همین طریقه احوال پرسی توی جاهای مختلف و جوامع مختلف متفاوته. پس شیوه و هنجار متفاوتی دارن. خب برای اینکه این ارزش ها و هنجار ها به وجود بیاد، پس ما باید کنش اجتماعی داشته باشیم. حالا این کنش های اجتماعی رو با پدیده های جامعه پذیری و کنترل اجتماعی در افراد به افراد منتقل میکنیم. حالا جامعه پذیری و کنترل اجتماعی چی هست؟ همون تعلیم و تربیت، تشویق، تنبیه، اینا باعث میشه که اینا به افراد منتقل بشن. خب، اصلا جهان به چی کلمه اینه؟ بچه به مجموعه های بزرگ ما میگیم جهان. مثل جهان غرب، جهان اسلام، جهان موجودات. پس مجموعه های بزرگ میشه جهان. حالا ما میخوام ببینیم که جهانی که موجودات دارن و جهانی که اجتماع و ما انسان ها اونو تشکیل میدیم چه تفاوت ها و چه شباهت هایی دارن. اول از این که بریم سراغ شباهت هاشون. بچه ها همه موجودات و ما انسان ها اعضا داریم. این اعضا در ارتباط با یکدیگر به هم وابستن. برای رسیدن به یک هدف خاص در کنار همدیگه قرار میگیرن. این میشه شباهت هایی که یک موجود زنده با جامعه انسانی داره. خب حالا بریم سراغ تفاوت هایی که این دو با هم دارن. نظم در موجودات زنده تکوینیه، یعنی به اراده و خواست اونها بستگی نداره، ولی نظم در جامعه انسانی قراردادی محصول خاص و اراده انسان‌ها هستش و اونها رو انسان‌ها به وجود میاد. حالا این قراردادهایی که انسان به وجود میاره باعث میشه که یک سری نقش‌هایی در جامعه قبول کنن و این نقش‌ها یک حقوق و تکالیفی رو برای انسان‌ها به وجود میاره. تأثیر پدیده های طبیعی روی اجتماعی، اجتماعی روی طبیعی و جهان های ماوراءطبیعی صحبت کنیم. بچه ها ما گفتیم که جهان اجتماعی تشکیل شده از انسان هاست، خب؟ ولی جهان طبیعت و ماوراءطبیعی هم میتونن وارد بشن. به چه صورت؟ جهان طبیعی به واسطه ارتباطی که با جهان اجتماعی داره میتونه وارد جهان اجتماعی بشه. پدیده هایی مثل خشکسالی، زلزله، اینا باعث میشه که انسان بیاد خودش رو در برابر اونها مقاوم کنه. خب وقتی که میاد در برابر اونها یک تمهیداتی رو قرار میده و مثلا خونه هاش رو ضد زلزله میسازه، سیلو میسازه برای خشکسالی، مثلا گندم ذخیره میکنه، قنات میسازه، اینها پس تمهیداتی که هستش که انسان در برابر این پدیده های طبیعی لحاظ میکنه. خب پس اینجا این پدیده طبیعی، این جهان طبیعی به واسطه ارتباط خودش وارد جهان اجتماعی میشه. حالا انسان هم روی جهان طبیعی تأثیر داره. کارهای نابخردانه، شتاب زده و همین آلودگی هایی که انسان به وجود میاره تأثیر جهان اجتماعی هستش روی جهان طبیعی. جهان ماوراءطبیعی هم روی جهان اجتماعی تأثیر میزنه. اصلا ماوراءطبیعی شامل چه چیزهایی میشه؟ شامل خدا، فرشته ها، شیطان، انرژی هایی که در اطراف ما وجود داره و ما اونها رو نمیبینیم. خب
این هم روی انسان تأثیر دارن. به چه صورت؟ بچه‌ها طبق سنن الهی و اینکه توی قرآن هم ذکر شده، انسان‌هایی که شاکرن و عادلن با انسان‌هایی که ظالمن و شکر نمی‌کنن، اینها یک جور نیست. خب و خداوند با اینها به یک صورت برخورد نمی‌کنه و درهای رحمت الهیشو روی جوامعی که عادلن باز می‌کنه و قهر و غضب شامل جوامعی میشه که ظالمن، شکر نمی‌کنن. پس اینجا لازمه بدونیم که ما با شناخت این تأثیرات و ارتباطی که این جهان‌ها روی هم داره به چی می‌خوایم برسیم؟ می‌خوایم برسیم به اینکه راه سعادت رو برای خودمون کوتاه‌تر کنیم. وقتی انسان بفهمه که ماورای طبیعی هم روی ما تأثیر داره، خب تمهیدات رو لحاظ می‌کنه و خودش رو برای اونها آماده می‌کنه. جهان اجتماعی بچه‌ها شامل لایه‌ها و اجزایی هستش. خب که حالا بعداً بهتون میگم که چی هست. حالا مبحث اینجا در مورد اینه که پدیده‌های اجتماعی که اجزای جهان اجتماعی هستن از چند طریق دسته‌بندی میشن. یکی اولین که الان میخوام بهتون میگم اندازه و دامنشون هستش، یعنی میتونن توی یک طیف قرار بگیرن: خرد، کلان و میانه. خب پس پدیده‌های اجتماعی میتونن از لحاظ اندازه و بزرگیشون یا کوچیکیشون توی این طیف قرار بگیرن. برای مثال ما نظام آموزش و پرورش اگر مثال بزنیم، مدرسه یک بخشی است در میانه، کلاس درس خرد حساب میشه و اون نظام کل آموزش و پرورش در سمت کلان قرار بگیره. خب، طریقه دیگه دسته‌بندی پدیده‌های اجتماعی از لحاظ بعد ذهنی و عینیشون هستش. بعد ذهنی چی هست؟ اون چیزایی که ما نمی‌بینیم، نامحسوسه، مثل همون عقاید، مثل ارزش‌ها. ولی بعد عینی اونی که ما می‌بینیم، محسوسه برای ما. خب، مثلا خونه، ادارجات‌ها، سازمان‌ها، چیزایی که ما می‌بینیم، اینا میشن عینی. و نکته مهم اینجاست که بعد ذهنی که همون عقاید، ارزش‌ها، تفکرات اینا هست، اینا اهمیتشون بیشتره نسبت به پدیده‌های عینی. گفتیم که جهان اجتماعی از لایه‌ها و اجزای تشکیل شده. خب حالا این لایه‌ها و اجزا اگر در ارتباط با هم باشن و بخوان یه سری از نیازهای انسان رو برطرف کنن، نهاد به وجود میاد. نهاد مثل چی؟ نهاد خانواده، نهاد اقتصاد، نهاد سیاست، نهاد تعلیم و تربیت. اینا یه سری از نهادهایی هستن که برای رفع بعضی از نیازهای ما به وجود میاد. مبحث بعدی اینه که جهانهای اجتماعی یکسانن یا متفاوت. خب ما در یک جهانی به وجود اومدیم و به دنیا اومدیم که قبل از ما هم بوده و بعد از ما هم خواهد بود. خب پس جهان‌ها یکسان نیستن و متفاوتن. ما الان که توی بخوام در همین حال حاضر رو نگاه کنیم، در جوامع مختلف فرهنگ‌های مختلف وجود داره. پس ما جوامع مختلفی داریم و اگر مثلا همین ایران رو هم نگاه کنیم، ما توی تاریخ فرهنگ‌های مختلفی رو در همین ایران خودمون داشتیم. خب بعد از این میریم سراغ این که چه چیزی باعث میشه که جهان‌های اجتماعی متفاوتی داشته باشه. بچه‌ها رفتار حیوان و ناآگاهانه است، غریزیه، از طریق غریزه این آگاهی ها بهشون منتقل شده، ولی ما انسان ها از طریق تعلیم و تربیت این آگاهی ها به ما منتقل شده. خب حالا ما در برابر این آگاهی هایی که به همون رسیده یک موجود منفعل و بی اراده نیستیم. خب ما میتونیم تغییر ایجاد کنیم، میتونیم فعال باشیم، تاثیرگذار باشیم در این جهان. خب پس این تغییرات، این فعالیت هایی که ما به وجود میاریم، عقاید و ارزش های مختلفی رو میاره و این عقاید و ارزش ها هستن که جهان های اجتماعی متفاوت رو به وجود میارن.
پس تنوع آگاهی و اراده انسان ها و اختیار اونها باعث ایجاد جهان های اجتماعی متفاوتی میشه. حالا گفتم که میخوام از لایه های اجتماعی براتون صحبت کنم. اجتماع از لایه های مختلف تشکیل شده. لایه های سطحی داره و لایه های عمیق. لایه های سطحی مثل نمادها و هنجارها هستن که اینها سریع تغییر میکنن، ولی تغییر اونها باعث عوض شدن فرهنگ و جامعه نمیشه. یک لایه دیگه داریم به نام لایه های عمیق که شامل عقاید و ارزش ها میشن. اینا سریع تغییر نمی کنن، ولی وقتی تغییر کنن جهان اجتماعی فرو میرسه و یک جهان اجتماعی جدیدی با یه سری عقاید و ارزش های جدید، یک انظام های جدید به وجود میاد. اجتماعی تاریخ و سرگذشت یکسانی دارن؟ طبیعتاً نه. گفتیم تنوع آگاهی انسان‌ها، اراده و اختیار اونها باعث به وجود اومدن جهان‌های اجتماعی متفاوتی میشه. حالا دو تا دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه خطی بهش میگن، یک دیدگاه عرضی که حالا توضیح میدم. بعضی معتقدند که این جهان‌های اجتماعی در یک مسیر و در یک خط توی یک سیف قرار دارن و از جوامع ابتدایی تا جوامع پیشرفته هستن. یعنی کسی که از لحاظ تاریخی عقب مانده هست باید جامعه‌ای که در سطح پیشرفته قرار داره الگوی خودش قرار بده، اون الگوی خودش قرار بده و در همون مسیری که اون میره پیش بره. پس همه در یک خط و در یک سیف قرار دارن. این بهش میگن دیدگاه خطی نسبت به تاریخ یا سرگذشت جوامع. حالا یک دیدگاه دیگه که وجود داره دیدگاه ارضیه. اندیشمندان اجتماعی معتقدند که ما جهان‌های اجتماعی متفاوتی داریم و نکته اصلی اینه که هر کدوم مسیر خاص خودشونو داره. خب و فرهنگ‌ها، تمدن‌ها بر اساس آرمان‌ها و ارزش‌های خودشون یک جهان خاص خودشونو به وجود میارن. پس همه توی یک خط نیستن. هر کدوم از این جوامع توی یک مسیر خاص خودش قرار دارن. حالا این جوامع میتونن با همدیگه تعامل داشته باشن، گفتگو داشته باشن، ولی هر کدوم مسیر خاص خودشو پیش میگیره. حالا نکته مهم اینه که اگر ما بخوایم هویت خودمون رو حفظ کنیم، نمیتونیم در مسیر جامعه دیگه قرار بگیریم. خب همون مسیر خطی. ما باید هویت خودمون رو از بین ببریم و بریم پیروی یک جامعه دیگه بشیم. پس با حفظ هویت خودمون ما نمیتونیم مسیر جامعه دیگه رو بریم. و اگر ما بخوایم از یک سری از پدیده های اونا الگو برداری کنیم، همونطور که کتابتون گفته، اگه ما بخوام از دستاورد های جهان های اجتماعی دیگه استفاده کنیم، در صورت لزوم باید اونها رو یک تغییراتی بهش بدیم و سازگار کنیم با فرهنگ خودمون و سپس از اونها استفاده کنیم. این از این دو دیدگاه خطی و عرضی نسبت به تاریخ و سرگذشت جامعه انسانی. بعد از این میریم سراغ این که ما بدون اراده و اختیار وارد یک جهانی شدیم که توسط گذشته ها برای ما به وجود اومده. پس سهم گذشته ها در به وجود آمدن این جهان بیشتره و ما از علومی که اونها برای ما گذاشتن استفاده میکنیم، ولی ما یک موجود منفعل و بی اراده نیستیم. وقتی انسان آگاهی داره، اختیار داره، پس میتونه تغییراتی رو در این جهان به وجود بیاره. حالا این تغییراتی که ما به وجود میاریم باعث میشه جهان اجتماعیمون عوض بشه، یک سری و اون الزامهایی که قبلا بوده برداشته میشه و یک سری الزامهای جدیدی به وجود میاد که این الزامهای جدید محدودیت‌ها و فرصت‌های خاص خودش رو برای ما به وجود میاره. خب
که همون بحث پیامدهای غیر ارادی و ارادی، پس تغییراتی که ما میدیم، کنش‌هایی که ما ایجاد میکنیم، باعث به وجود آمدن یک سری نتایج میشه که حالا اینها برای ما یا فرصت به وجود میاره یا محدودیت. اینم گفتم که برای اینکه یک جهان اجتماعی عوض بشه باید عقاید و ارزش‌هاش عوض بشه و این عقاید و ارزش‌ها رو که تغییر کرده انسان‌ها در عمل بهش عمل کنن. پس اگر تا مثلا اینو بگم، جهان اجتماعی تا وقتی پابرجاست که مشارکت اجتماعی افراد در جامعه باشه، یعنی اگر افراد در سطح عمل یعنی این عقاید ارزش‌ها رو انجام بدن، طبیعتاً یه جامعه‌ای داریم. ولی وقتی که اونها رو انجام ندن، جهان اجتماعی فرو می‌ریزه و یک جهان اجتماعی جدید به وجود میاد که گفتم الزام‌های گذشته از بین میره، الزام‌های جدیدی به وجود میاد که برای ما فرصت و محدودیت ایجاد می‌کنه و بر فعالیت‌های ما تاثیرگذار خواهد. مثلا برای مقررات راهنمایندگی رو سر کلاس هم برای شما مثال دادم. ما انسانی یک سری قوانین به وجود میاریم، مثلا همین قوانین راهنمایندگی، و اینها برای ما فرصت به محدودیت ایجاد میکنه. فرصتش اینه که ما رانندگی ایمن و سریع رو خواهیم داشت، ولی این قوانین میتونه برای ما یک سری محدودیت هایی داشته باشه، اینکه مثلا ما توی ترافیک گیر کنیم یا مثلا گاهی سریع به مقصد نرسیم به خاطر رعایت اون قوانین. من پس بعد اینه که هر جهان اجتماعی بر اساس اون عقاید و ارزش ها با افق ها و ظرفیت های جدیدی رو برای انسان به وجود میره و گاهی یه سری از افق ها و ظرفیت های ما رو نادیده میگیره، که حالا در انتها به شما میگم که مثلا اگر ما یک جهان معنوی داشته باشیم چه فرصت ها و افق های برای ما وجود میاد، اگر جهان دنیوی داشته باشیم روی کرد همون چی باشه، ایرسی از ظرفیت ها و توانمندی هایی رو برای ما خواهد داشت، یک سیدر هم نادیده میگیره. خب مثلا کتاب شما گفته اگر ما بیاییم فقط به استعدادهای معنوی بپردازیم، که برخی از جوامع همینطورن، فقط میان به استعدادهای معنوی میپردازن و فرصت شکوفایی فطرت انسانی رو فراهم میکنن، ولی مانع بس ابعاد دنیوی میشن و از ظرفیتهای انسان برای آباد کردن این جهان استفاده نمیکنن. باز بعضی ها هستن که رویکردشون دنیاگرایی یا دنیوی هستش، که اینها باز که رویکردشون دنیا گریزه، فقط از توانمندی های انسان برای آباد کردن همین جهان استفاده میکنه و دیگه از معنویت، از جایگاه انسان در نظام هستی، از شناخت حقیقت اصلا به اینها نمیپردازه و در این صورت انسان دچار یه سری بحران های روحی و روانی میشه که الان جامعه غرب بهش دچار شده، چون به معنویت نمیپردازه. یکی از جوامعی که کتاب شما مطرح کرده جهان متجدده. اندیشمندی به نام ماکس وبر اومده ویژگی های این جهان متجدد رو بیان کرده. خب اولین ویژگیش اینه که رویکردش دنیوی و این جهانیه، پس از تمام ظرفیت های انسان برای آباد کردن این جهان استفاده میکنه. خب علومی هم که برای شناخت استفاده میکنه علوم طبیعی و تجربیه و عقل و وحی رو کلا کنار میذاره. پس علوم که و این که مثلا علم رو چی میدونه؟ یا تو اصلاحی بعدی بهتون میگه اینجا هستش جهان متجدد علوم رو یا علم رو چیزی میدونه که با روش تجربی به دست بیاریم و چیزهای دیگه که با روش‌های غیر تجربی مثل روش‌های وحیانی و عقلانی به دست میاد اصلا علم نمیدونه.
خب پس ما اگه بخوایم فقط از علوم تجربه استفاده کنیم، امکان ارزیابی و داوری درباره ارزش‌ها و هنجارها و عقایدمون رو نداریم. خب پس اگر از علوم تجربه استفاده کنیم فقط میتونیم بگیم که این ارزش، این هنجار، این عقیده وجود داره یا نه. پس درباره بودن یا نبودن اونها میتونیم صحبت کنیم و امکان ارزیابی و داوری این ارزش‌ها رو نخواهیم داشت، مگر اینکه بیایم از علوم فراتجربی مثل عقلانی و بهیانی استفاده کنیم. در این صورت ما میتونیم به شناخت اون ارزش ها برسیم و امکان داوری و ارزیابی رو خواهیم داشت. من این اسلاید هم بگم. توی جهان متجدد که ما گفتیم اهداف دنیوی دارن و از معنویت زیاد صحبت نمی کنن. خب و گفتیم عموم رو عموم تجربی میدونن، یعنی چیزی که با روش تجربی به دست میاد. در این صورت دیگه برای انسان از اخلاقیات صحبت نمی کنن، از معنویات صحبت نمی کنن و رواج این دسته از کنش های معطوف به این دنیا با اثر رو بر سایر کنش های مثل اخلاقی و روانی تعیین میکنه. انسان اسیر یک نظام پیچیده میشه که خودشون رو به وجود آورده و مثل یک قفس آهنی رو احاطه میکنه و امکان خروج ازش نداره. اراده انسان، اختیار انسان ازش گرفته میشه. توی جهان متجدد عناصر معنوی اصلا طرد میشن و از هیچ قداستی صحبت نمیکنه. جهان یک موجودیست یا موجوداتی درش وجود داره که فقط مواد خامی هستن برای انسان. انسان هر گونه دخل و تصرفی که دلش فقط میتونه در اینها انجام بده. خب بحث بعدی درباره قلمروهای واقعی و قلمروهای آرمانی هستش. قلمروی آرمانی چیه؟ قلمروی آرمانی اون ارزش‌ها، اهداف و چیزایی که ما بهش گرایش داریم که صحبت کردیم که این ارزش‌ها چی هست و ما می‌خوایم به اونها برسیم. پس اهداف و ارزش‌های ما میشه قلمروی آرمانی ما. قلمروی واقعی چیه؟ قلمروی واقعی همین فعالیت‌هایی که ما در روزمره داریم اونها رو انجام می‌دیم. حالا این قلمروی آرمانی یک مرزی برای خودش داره، یک حدودی داره و قلمروی واقعی هم همینطوره، یک مرز و حدودی داره. حالا الان بیشتر درباره این مرزاش صحبت کنیم. خب همونجوری که اینجا هم اشاره کردیم، ارزشی که مردم یه جامعه‌تون جانبداری میکنن و دوست دارن که بهش برسن آرمان حساب میشه و در قلمروی آرمانی قرار میگیره. خب نکته مهم اینجاست که مغز بین قلمروی آرمانی و قلمروی واقعی را عمل انسان ها مشخص میکنه. خب اگر که انسان یعنی در واقع انسان ها میدونن که چه چیزهای ارزش چه چیزهای ارزش نیست، ولی در عمل باید ببینیم که اونا را انجام میدن یا نه. مثلا گفتیم که میدونن که صداقت خوبه و یک ارزشه، ولی در عمل انجام نمیدن و دروغ میگن. پس این صداقت میمونه در همون قلمروی آرمانی. خب و برنامه ریزی ها و برنامه ریزان فرهنگی در حوزه تعلیم و تربیت اینا تلاش میکنن که این همجور که توی اسلاید هم مشخصه میخوان که این قلمروی آرمانی وارد بشه به قلمروی واقعی. خب یعنی چی در حالت کلی؟ یعنی این که ما بیایم اون ارزش‌ها رو در عمل انجام بدیم و هرچی که اینها به هم نزدیک‌تر بشن خیلی بهتره و هرچی که در عمل اونا رو اون ارزش‌ها رو انجام ندن این دو تا قلم رو از هم فاصله می‌گیرن و دور میشن. حق و باطل بودن یک سری ارزش‌ها رو ما نمیتونیم به وسیله علوم تجربی ارزیابی کنیم و باید از علوم غیر تجربی مثل عقل و عقلانی ها وحیانی ها عقل و وحی دو تا شاکلیم استفاده کنیم. پس درباره حق و باطل بودن ارزش‌ها باید از
علوم غیر از علوم تجربی هم استفاده کرد. خب بعد اینکه جوانهایی که فقط علم رو به دانش تجربی محدود میکنن، امکان ارزیابی ارزش ها و عقایدشون رو ندارن و فقط میتونن درباره بودن یا نبودن یک ارزش صحبت کنن. مثلا میگن این ارزش توی قلمروی واقعیه یا تو قلمروی آمری و نمیتونن اونو ارزیابی کنن، داوریش کنن. که میتونن داوری کنن زمانی که میگن از عقل و وحی هم استفاده کنن در کنارش. خب حالا این حق و باطل چیه؟ بچه ها حق چیزیه که بر اساس فطرت انسان باشه، از طریق علمی ما بتونیم اون رو ثابت کنیم، قابل دفاع باشه، خرافه نباشه، اینا میشه حق. خب برعکسش میشه باطل، یعنی خرافه باشه، از طریق روش های علمی قابل دفاع نباشه، مطابق فطرت الهی و انسانی نباشه. خب در این صورت میشه باطل. حالا حق و باطل رو انسان ها تعیین نمی کنن. حق و باطل به خاطر علم، آگاهی یا جهل انسان ها تغییر نمی کنه. با بی‌توجهی و توجه انسان ها حق و باطل تغییر نمی کنه. مثلا همجور که کتابتون گفته توی یک سری از جوامع نژاد پرستی، رفاه طلبی، ثروت، اینا که کتابتون یا استکبار، اینها ارزشه ولی ارزش باطلیه. در حقیقت اگر ما بخوایم داوری کنیم ارزش باطل هستش. پس عقاید باطل بودن این عقاید ارزش ها با نوع مواجهه اون جامعه دگرگون نمیشه. یعنی مثلا وقتی جامعه بگه مثلا رفاه طلبی، ثروت اندوزی خوبه و ارزشه، در صورتی که یا نژاد پرستی، در صورتی که اینها اصلا حق نیستن، ارزش حساب نمیشن، اینا در حقیقت باطل هم. خب پس گفتیم که نگاه انسان ها به اینها حق و باطل بودن رو مشخص نمی کنه. یا مثلا آزادی، عدالت، توحید، ربوبیت، اینها ارزش هایی هستن که حق هست. حالا شاید بعضی از جوامع اینها رو حق ندونن، ولی بخواییم از اون عقل و وحی استفاده کنیم میبینیم که اینها حق هست. و پس موافقت و مخالفت انسان ها حق و باطل بودن یک ارزش یا پدیده رو مشخص نمی کنه. خب حالا اگر ما به یک ارزش ایمان بیاریم، اون ارزش وارد قلمروی آرمانی ما میشه و اگر اون ارزش رو در عمل و فعالیت های روزمرهمون انجام بدیم، وارد قلمروی واقعی ما خواهد شد. بعدی درباره هویت. هویت اگر از کسی بپرسیم هویت چیه یا شما چه کسی هستین، در واقع هویت در پاسخ به کیستی مطرح میشه. اون شخص میتونه از ویژگی‌های خودش بگه من فلان شخصم، در چنین تاریخ به دنیا آمدم، مکان تولدم چی بوده، با این سری ویژگی‌های اخلاقی هستم. پس در پاسخ به هویت و کیستی اینها رو جواب میده. ولی در حقیقت هویت مفهوم گسترده تری داره. هویت رو از چند لحاظ میتونیم دسته‌بندی کنیم. اینکه هویت اکتسابی یا انتسابی، یعنی چی؟ انتسابی یعنی شما در اینکه اون ویژگی به شما اطلاق میشه نقشی نداره. مثلا چی؟ دخترین یا پسر، جنسیت، مکان و زمان تولد. خب اینکه در چه شهری به دنیا اومدید، پدر و مادر شما چه کسانی هستن، اینها یا آره همینا، اینا شما درش نقشی نداشتید و اینها رو ما میگیم انتسابی. ولی بعضی از ویژگی های هویت هستش که اکتسابیه، یعنی ما میتونیم اونها رو کسب کنیم. مثلا همین درجه اجتماعی، شغل هایی که ما داریم، معلمیم، دانش آموزیم و اینکه ما خودمون کسب میکنیم یا مدارکی که ما میگیریم، اینها هویت هایی که ما خودمون کسب کردیم، پس میشه اکتسابی. بعد بعدی که ما تقسیم بندی میکنیم اینی که
آیا هویت تغییر میکنه یا تغییر نمیکنه. خب برخی از ویژگی ها مثل همون مکان و زمان تولد، همون ویژگی های انتسابی تغییر نمیکنه، همیشه آنسان هست. ولی بعضی مثلا ویژگی های اخلاقی، همون جایگاه اجتماعی، اینها تغییر میکنه. مثلا ما ویژگی مثل ویژگی اخلاقی که مثال میزنیم، مثلا صبور بودن، دروغگو بودن، راستگو بودن، زود رنج بودن، تنبلی زرنگ بودن، با اینها تغییر میکنه. و از لحاظ دیگه هم اگر اون رو بخوایم نگاه کنیم، ما همینجور که مراحل رشدمون رو طی میکنیم، یه سری از ویژگی های رو کسب میکنیم و ما همون شخصی که توی بچگی بودیم نیستیم. یه سری از ویژگی ها رو ما نکسب کردیم، هویت ما دچار تغییر شد. خب آیا بحث بعدی اینه که آیا هویت اجتماعی یا فردی؟ خب هر دو تاشو شامل میشه. همین ویژگی هایی که من گفتم، مثل تنبل یا زرنگ بودن، راستگو یا دروغگو بودن، زود رنج بودن، خجالتی بودن، اینها ویژگی هایی که به شخص مربوطه، به حالت رفتاری و اخلاق روانیش مربوطه. خب پس این مال خود شخصه، پس میگیم که این هویت فردیه. ولی بعضی چیزا فردی نیست، اجتماعی، مثل شغلی که ما داریم، دانش آموز بودن ما، معلم بودن ما، یا مثلا خیلی از مشاغل دیگه، اینها هویت ها یا فرزند یک خانواده بودن، اینها هویت های اجتماعی هستش که ما داریم. پس از این ستری ما میایم هویت رو تقسیم بندی میکنیم. خب حالا هویت انسان از سه بعد تقسیم بندی میشه که همچنین کتاب بوده، بعد جسمانی هست، بعد نفسانیه که مربوط به همون حالات اخلاقی و روانی میشه، و بعد اجتماعی که نقش و عضویت فرد رو در جامعه مشخص میکنه. حالا این سه بعد میتونن با هم ارتباط داشته باشن که من مثالاشو توی اسلاید بعد براتون آوردم. خب پس ما گفتیم که بعدهای انسان فردیه، طبیعیه یا نفسانی یا اجتماعی. حالا اینا برام ترسی داره. مثلا گفته ترشح بیش از اندازه غده تیروید موجب عصبانیت انسان میشه. خب اینجا ما میفهمیم که یک جزئی از بدن ما روی حالت روانی ما تاثیر میذاره، پس میشه جسمانی و نفسانی. مثال بعدی، برخی از بیماری های جسمانی با کمک قوای روانی درمان میشه. قوای روانی نفسانی هست، پس این نفسانی روی جسمانی تاثیر میذاره. خب یا مثال بعدی، در شرایط اقلیمی متفاوت شیوه زندگی اجتماعی مردم متفاوته. اون طبیعت حاکم بر اونا روی شیوه زندگیشون یا رو همون بخش اجتماعی تاثیر میذاره. خب حالا مثال دیگه هم هست. پس جهانهای طبیعی، نفسانی و اجتماعی روی همدیگه تاثیر و تأثیر داره. هویت اجتماعی هر فرد در جامعه‌ای که زندگی میکنه بر اساس عقاید و ارزش‌ها هستش که شکل میگیره. مثلا وقتی که یک نظام قبیله‌ای باشه، توی نظام قبیله‌ای درجه شما مشخص میکنه که شما چه هویتی دارید، هویت برای شما مشخص میکنه. وقتی توی جامعه اسلامی باشین، این علم و تقوا و عدالتی که دارین، اینها جایگاه شما رو مشخص میکنه. توی نظام های سرمایه داری مقدار پول و ثروت هستش که هویت شما رو مشخص میکنه. پس هویت اجتماعی هر فرد درون جهان اجتماعی و بر اساس عقاید و ارزش های همون جهان شکل میگیره. حالا هر جهان اجتماعی خب بر اساس هویت خود با طبیعت و بدن آدمی تعامل داره. چه جوری؟ اگر شما رویکردتون دنیوی باشه، خب که جهان‌های متجدد به این صورت هستن، اجازه هر گونه دخل و تصرفی در طبیعت خودتون میدید، چون خودتون شما مهمتر میدونید و میگین که این طبیعت یک ماده خامی است که برای دخل و تصرف برای ما ایجاد شده. خب ولی اگر شما نگاهتون معنوی باشه،
وصف یه جوری دیگه یه. در نگاه معنوی و اسلام، انسان ای آیت و نشانه خداوند و خلیفه اون روی زمین خوب و اجازه هرگونه دخل و تصرفی نداره مگر به اجازه و فرمان خداوند. و انسان وظیفش آباد کردن این دنیای، نه هرگونه دخل و تصرفی که باید بخواد به طبیعت آسیب بزنه. پس هر جهان اجتماعی بر اساس اون هویتی که خودش مهم میدونه با انسان، با طبیعت و بدنش برخورد میکنه. جهان اجتماعی بنا به هویت خودش با نوع خاصی از هویت اخلاقی و روانی افراد سازگار. یعنی چی؟ یعنی که هر جامعه بر اساس اون هویتی که خودش داره زمینه پیدایش و رواج اون دسته از ویژگی‌های هویتی که خودش دوست داره رو میره و باعث میشه اون ویژگی‌هایی که دوست نداره تضعیف بشه. مثلا تو جهان متجدد مالندوزی، رفاه طلبی، ثروت، جایی که کتاب بوده، فردگرایی، اینا ها مهمتره و باعث میشن که اینا بس و گسترش پیدا کنه به ابعاد دیگر رو هی باعث میشن که تضعیف بشه و از بین بره. ولی باز توی جامعه مثل ما و جامعه اسلامی که رویکردشون معنوی هست، غنا، حیا، بندگی، تقوا، رضای الهی، توکل، مثالهایی که کتاب هم داده با اینها سازگاره و میخواد اینها رو بس و گسترشش بده و هویت اجتماعی و اخلاقی که توی جهان غرب هست با جهان معنوی اصلا سازگار نیست. اینا هر کدومشون دنبال یک سری از ویژگی‌ها هستن. دو بخش داره. یه بخشش آگاهانه است، ما اون رو میشناسیم و دیگران ما رو بر اساس اون ویژگی ها میشناسن. بخش هویت ناآگاهانه است، یعنی ما خودمون رو نمیشناسیم، دچار ناخودآگاهی میشیم. خب که همه انسان ها هم همینه، یه بخشی از هویتشون هست که اون رو نمیشناسن، بخشی از استعدادهاشون یا توانمندی هایی دارن که از اون آگاه نیستن. خب حالا کتاب شما گفته که ما باید در روی خودمون بیاندیشیم و از دیگران برای این شناخت هویت خودمون کمک بکنیم، مثل معلمین، والدین، دوستان، روانشناسان، مشاوره و تستای شخصیتی که ما میدیم کمک میکنه که ما بیشتر به هویت خودمون پی ببریم. وجود نظریات مختلفی که در جامعه شناسی درباره هویت بیان میشه اینو میگه که در شناخت هویت ما دچار خطا و اشتباه خواهیم شد. پس وجود نظریات مختلف دلیل بر اینه که همیشه در شناخت ما دچار اشتباه و خطا خواهیم شد. و اینکه قسمت آخر اینه که پیامبرا و اولیای الهی همیشه از همون قدیم اومدن روی ابعاد الهی و فطرت انسان، روی هویت فردی اجتماعیش صحبت کردن و همیشه هم اینو گفتن که انسان از هویت خودش غافله و از خودش غافل شده و دچار فراموشی از خودش شده. خب اینم بود انتهای مبحث شما درس آخر که درباره هویت بود. برای همه شما آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. انشاءالله که با نمرات خیلی عالی این ترم از کلاس رو هم با موفقیت پشت سر بزنید. خدا نگهدار.